الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، دوستان عزيز ومحترم، باز با شما دوستان دقائقی با سیرت النبی اکرم صلی الله علیه و سلم هستیم. الحصار الجائر موضوع درس ما امروز، تحریماتی به بنی هاشم به خاطر پیامبر بزرگوار اسلام وضع میشه. تحریمات اقتصادی است، تحریمات بسیار ظالمانه. تحالفت القريش وكنانة على مقاطعة بني هاشم مقاطعة شاملة. ميجا اتحاد كردن قريش و بني كنانة مقاطعة نمودن ببني هاشم، يك مقاطعة بسيار خطرناك. وفرضوا عليهم حصارا اقتصاديا واجتماعيا جائرا ألا ينكحهم ولا يبايعوهم حتى يسلم إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. بينها مقاطعة نمودن، مقاطعة تحريم اقتصادية وهمچنان تحريمات اجتماعية، نبر در اجتماع حاضر مشنن، نبا اینها خرید و فروش مکردن و نبا اینها بیعت مکردن و نبا اینها کسی را با نکاح میدادن، تا ای که بنی هاشم پیامبر علیه الصلاه و السلام برای قریش و بنی کنانه تسلیم دهد. و استمر ذلك الحصار عده اعوام حتى اكل اوراق الاشجار. سبحان الله، استمرار پیدا کرد و دوام پیدا کرد. امیر تحریمات از طرف قریش و بنی کنانه بر بالای بنی هاشم چند سال، حتی ای که اینها برگاهای درخت از گرسنگی خوردن. خاطر چی؟ به خاطر که پیامبر آمده مردم را بر دین حق دعوت میکنه، مردم را به یکتا پرستی دعوت میکنه، باید ما ای را از بین ببریم. و الا اگر نمیتونید شما پیامبر را به ما تسلیم نمیکنین، پس ما با شما مقاطعه اجتماعی و اقتصادی و هر نوع مقاطعه که لازم است به شما انجام میدیم. یک و مشکلی بزرگ دیگر، وفات ابی طالب عم النبی صلی الله علیه و سلم. دیگر مشکل، کاکا مهربان پیامبر که حامی او و ناصر او بود وفات میکنه. فی السنه العاشر من البعثه توفی عم النبی صلی الله علیه و سلم الذي كان يحوطه ويناصره ويغضب له. در سال دهم بعد از بعثت، کاکای بزرگوار پیامبر علیه السلام ابو طالب وفات میکنه، کسی که حمایت میکرد، او کسی که در مقابل قریش و قومش استادگی میکرد. و قد حرص على هدایته. و همچنان پیامبر بزرگوار اسلام بسیار شوق داشت و بسیار دوست داشت که کاکایش ایمان بیاره. در وقت وفاتش میآید، میگه ای کاکای من، قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند الله، فقط بقول لا اله الا الله كما در روز قیامت با لا اله الا الله که تو میگوی با خداوند دلیل بگیرم و تو را نجات بتم. و ابا و انزل الله. و در اینجا به خاطر که مشرکین قریش در وقت وفات ابو طالب بودن، به خاطر قومش انکار میکنه، لا اله الا الله نمیگه. پیامبر بزرگوار اسلام زیاد خسته و غمگین میشه. خداوند بزرگ آیتی را نازل میکنه، اینک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. تو کسی را که دوست میداری هدایت داده نمیتونی، ولیکن خدا هر کسی را بخواه هدایت میده. تو پس پیام خدا را برسان. در اینجا خداوند به پیامبرش میفرمایه که به خاطر دوست داشتن، تو کسی را که دوست داری و ایمان نمیاره و تو کوشش کنی و را
به ایمان بیاوری به اسلام دعوت کنی و تو او گپی تر قبول نمیکنه از او درگذر کن، فقط هدایت از جانب پروردگار است. و مشکل سومی که وفات سیدت الاولى فی الاسلام، اولین زنی که در اسلام ایمان میاره، حضرت خدیجه خانم پیامبر بزرگوار اسلام است، وفات میکنه. ثم نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم حدث أليم ومصاب جسيم إذا توفيت زوجته خديجة رضي الله عنها. بعد ذلك پیامبر بزرگوار الإسلام حادثة جديدة نومتا كإن إرابسار متأثر مسازة وفات خانمشان حضرت خديجة قبل مخرج النبي إلى المدينة بثلاث سنة. پیش از اینکه پیامبر اسلام به مدینه هجرت کنه 3 سال پیش حضرت خدیجه وفات میکنه. و حزن لذلك حزنا شدیدا و بسیار غمگین میشه پیامبر. لما كان لها في حياته من حبه و مكانت و اثر كبير. خاطر که زندگی خدیجه تأثیرات فراوانی به پیامبر بزرگوار اسلام داشت و همچنین از و پیامبر بزرگوار حضرت خدیجه را زیاد دوست داشتند، چون از جایگاه والایی در راه خدمت رساندن به دین قرار داشتند. همیشه کوشش میکردند که حامی دین، حامی پیامبر و حامی دین خدا باشند، که حتی حضرت جبرئیل آمدن و اینها را بر خانه در جنت خوش خبری دادند. بعد از وفات حضرت خدیجه رحله الى الطائف، پیامبر بزرگوار اسلام به طرف طائف سفر میکنه و خاطر دعوت. و فی تلک السنه ذهب صلی الله علیه و سلم الى الطائف. و فی تلک السنه، در امی سال پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم به طائف رفتن، تا اینکه در اونجا کسی را بیافتند که دین اسلام را قبول کنند و دعوت ایشان را بپذیرند. فکان رد المشرکین فیها ادها و امر و اوذی ایزاء شدیدا. در طائف مشرکین جواب پیامبر را به بسیار بدی دادند، حتی با سنگرازه ها پیامبر خدا را زدند. اعظم خلق رحمتا، بزرگترین مخلوق خدا و بزرگترین کسی که بسیار رحیم و مهربان است، با وجودی که مردم طائف سنگسارش کردن، صبیان و میده بچه ها را امر کردن که پیامبر خدا را به توسط سنگها از کوچه های طائف بیرون کنن، بعدم از بزرگی و مهربانیشان چیست؟ انه عند عودته من الطائف حزینا مهموما، وقتی که از طائف دوباره برگشت کردن بسیار خفه و غمگین بودن. ارسل الله الیه ملک الجبال، الله متعال ملائکه کور به طرف ایشان میفرسته. فقال ان شئت ان اطیق علیهم الاخشبین. ای پیامبر بزرگوار، اگر میخواهی من این مردم طائف را از بین میبرم، توسط کو یک کو را بر دیگر کو میزنم، اینها را از بین میبرم. پیامبر بزرگوار اسلام میفرماید بل ارجو ان یخرج الله من اسلابهم من یعبد الله وحده ولا یشرک به شیئا. خدا پیامبر بزرگوار میفرماید که من امید دارم که خداوند از نسل از اینها کسی را بیارد که الله متعال را عبادت کنه و الله متعال را به یکا و یکانگی بشناسه و با او هیچ چیزی را شریک نکنه. ببینید در این درس نهایت صبر پیامبر بزرگوار اسلام نشان میده. اگر حال دیگه کس می بود فورا آماده انتقام جویی و انتقام گیری می شیدن، ولیکن پیامبر بزرگوار اسلام با رحمتی که در دل دارن، با مهربانی که در دل دارن برای امتشان، میگه شاید از پشت و از نسل از اینها کسانی با وجود بیاید که الله را عبادت کنند و با او چیزی را شریک نکنند. این هست راه دعوت و این هست راه اسلام. و من الله توفیق
انشاءالله باز در برنامه های بدی با شما دوستان خواهیم بود.